در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله ای نکردند، اظهار دردی نکردند. تنها چیزی که حضرت فرمودند این بود که فرمودند بسم الله و بالله و فی سبیل الله. گفتند فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم. بعد هم امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، گریه امام حسن، چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره ای افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من امروز، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول، اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن. بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشستن، نشسته نماز خوندن. روایت دارد راوی میگه که حضرت گاهی متمایل میشد به یه طرفی که بیفته، گاهی خودش رو نگه میداشت. بالاخره حضرت رو بلند کردن به طرف منزل، حرکت دادن، بردن. اصحاب شنیدن اون صدایی را که تهدمت والله ارکان الهدا قتل علی المرتضا، این صدا را همه اهل کوفه شنیدن، ریختن طرف مسجد، قوقایی به پا شد. راوی میگه مثل روز وفات پیغمبر در کوفه زجه و گریه بلند شد. اون شهر بزرگ کوفه یک پارچه مصیبت و حزن و اندوه بود. حضرت رو می آوردن، امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن، در این روایت دارد که پلک‌های حضرت مجروح شده بود در همین مدت کوتاه، اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین. خب حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث می‌گذره. تسلا داد امام حسین رو هم. حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز می‌خوندن. فرمود ببرید مرو اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، عشق ریختن. امیر المومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا عشق دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا می دیدی چگونه زینبت عشق می ریزه،
نوح سرایی میکنه چه میکردی؟ ابو حمزه سمالی نقل میکند از حبیب ابن عمر، میگه رفتم در اون ساعت آخر در همون شب 21 رفتم دیدن امیر المؤمنین، دیدم یکی از دختران اون حضرت هم در اونجاست، اون دختر عشق میریخت، من هم گریم گرفت، من هم بنا کردم گریه کردم، مردم هم بیرون اتاق بودن صدای گریه این دختر رو که شنیدن اونها هم بنا کردن گریه کردن. امیر المؤمنین چشم باز کرد گفت اگر اون چرا که من میبینم شما هم میدیدید شما هم گریه نمیکردید. عرض کردم یا امیر المؤمنین مگر چه میبینی شما؟ گفت من ملائکه خدا رو میبینم، فرشتگان آسمان ها رو میبینم، همه انبیا و مرسلین رو میبینم که صف کشیدن به من سلام میکنند و به من خوش آمد میگویند، و پیغمبر رو میبینم که پهلوی من نشسته است، اظهار میکنند که بیا امیر علی جان زودتر بیا. میگه من عشق ریختم، بعد بلند شدم، هنوز از منزل خارج نشده بودم که از صدای فریاد خانواده احساس کردم که علی از دنیا رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. نسألک اللهم و من ادعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. Yeah.